به نام خداوند بخشاینده و مهربان، محصلین عزیز و دوستای گرامی، باز هم شما را خوش آمدید میگیم به ادامه سلسله دروس مضمون محاسبه مالی دو. به قسمت و 28 قسمت ویدیوهای خود قرار داریم. در ویدیوی قبلی ما روش فیفو را کار کردیم، یا میتود فیفو را، یا به عباره بهتر بگویم که ارزش‌گذاری ذخایر گودام کمپانی‌ها یا شرکت‌ها به روش فیفو، یعنی فرست این فرست اوت میتود. توسط از او ما به خاطر داریم که ما اجناسی که خریداری میشود و اجناسی که به فروش میرسید و جنسی که در گودام باقی مانده از طرف از یاد، بعد اجناسی که در گودام باقی مانده بود، ما به طریق مشخص و طریق خاص اینا را ارزش‌گذاری کردیم و ارزش گودام خود را سنجیدیم، طوری که ما اجناسی که در اول می آمد در گودام، ما او را به اول به فروش رساندیم، یعنی در قیمت های خرید اولی، و به می ترتیب اجناسی که در قدم های بعدی به فروش می رسید، ما اونا را در قدم های در مرحله بعدیش به می ترتیب در قیمت خرید ما ضرب می کردیم و سنجش می کردیم که در آخر کار چقدر جنس یا به ارزشی یا به مبلغ چی اندازه اجناس در گودام موجود است یا باقی مانده، که همونطور که در سلاید هم میبینین ما در جلسه قبلی حساب کردیم که 12 واحد در حقیقت به ارزش $1420 در گودام جنس داریم و در حقیقت مصاریفی به فروش رسیده که $4570 ایره ما در حقیقت جنسی که ما به فروش رساندیم مصرف بالا کرده یا مصاریف تمام شدیش $4570 در 31 آگست. البته در 14 آگست $1970 ما ای را چیکار کردیم، به ما تمام شده بودی که در چند خرید در چند فروش شده بود قیمت فروش را ما شما در جدول در جدولی که در اول جدول هست ما او را داشتیم. آله معاملاتی که مرتبط به فروشات است، فروشات را ما هم میتونیم به همون سیستم در جورنال به ثبت رسانیم. خب در فروشات ما یکی در 14 آگست است و یکی هم در 31 آگست، در دو روز. منتها فروشات باید به سیستم ثبت متناوب باید در دو قسمت یا در دو مرحله باید ثبت شود. یک مرحله ای که ما یکی طلب داریم، به معنی که ما جنس فروختیم مشتری به ما پول نداده، این را باید ثبت کنیم. طرف دیگه چون اواید ما افزایش پیدا میکنه، کردیت باید شود این هم. و به می ترتیب چون ما جنس را به فروش میرسانیم، در حقیقت جنس تمام شدش هم باید حساب شود که در چند تمام شده، و ذخایر ما هم باید طرف دیگهش باید کم شود که در حقیقت وقتی که ما جنس را از گودام به فروش میرسانیم، ذخایر گودام ما هم کاهش پیدا میکنه. که نمی مطالب را کلا ما در دو مورد در اینجا میتونیم مشاهده کنیم که ما به ثبت رسانیم. مثلا در 14 آگست شما ببینید، در 14 آگست در 14 آگست ما جنس را به فروش رساندیم. البته ما متر که یادآوری کردیم، ما این را در قیمت خرید ما گودام ارزشیابی کردیم، ما باید در جدول اصلی اولی خود باید برگردیم و در اونجا باید بریم حساب کنیم در 14 آگست 20 واحد در $130 ما به فروش رسانده بودیم. پس ما نوشته میکنیم که 20 ضرب 20 ضرب 130 2600 دلار در حقیقت چی شده ما فروشات داشتیم. بیاین ببینیم پس فروشات یا اواید ما 2600 افزایش پیدا کرد، دبه چی کردیت و حساب طلبات ما که بالای مشتریای خود طلب داریم، از مشتریای خود طلب داریم 2600 کردیت. خب اینال ای که ما فروش کردیم در 2600 در چند ما تمام شده بود، ای را ما باید از کجا باید بگیریم؟ از جدولی که ما به روش فیفو کار کردیم. روش فیفو در اینجا میشه به درد بخوره. مثلا در 14 آگست ببین ما به حقیقت 20 واحد به فروش رسانده بودیم که این ارزش ما 8-12 را جمع کردیم، 2000 واحد شد، $2000 شد که در $2000 ما در حقیقت این را چی کار کردیم؟ این جنس نوست خریداری کردیم یا به ما تمام شده. پس
این به ارتباط خریداری بود، به ارتباط فروش. پس در 14 آگوست مصارف اجناس به فروش رسیده 1970 است و به ارتباط ذخایر هم 1970 دلار هم چی میشه؟ کردیت میشه. این رویش فیفو 14 20 واحد میشه 1970 دلار. 1970 دلار مثلا ما در 14 آگوست اجناس را در حقیقت به ما تمام شده. خب به ترتیب بیاییم در قسمت 31 آگست. در 31 آگست که آخرین چی ماه هست، البته ذخایر را گفتیم، در قسمت طلبات در 31 آگست ما جنس را به فروش رساندیم 3450. 3450 در حقیقت ما به فروش رساندیم و فروشات ما کردیت شد و همچنین در 31 آگست طلبات ما هم 3450 هم دبیت شد. پس 3450 را ما فروش داشتیم. از کجا باید بیاریم؟ در جدول اولی خود باید برگردیم در جدول. در 31 آگست 23 ضرب در 150 که در میشه 23 ضرب در 150 3450. 3450 را ما فروش داشتیم که ما ایره یعنی به ترتیب اواید فروش ما 3450 ما کردیت کردیم و طلبات ما یا در حقیقت جنسی که ما به ارزش 3450 ما از مشتری طلب داریم که ما ثبت کردیم. و همچنین در قسمت ای که بر ما چند تمام شده بود در 31 آگست اجناس، در 3450 که ما فروش کردیم فروشات ما بود، تمام شدیش چقدر است؟ 2600. 2600 در برایش فیفو ما پیدا کردیم که مصارف اجناسی به فروش رسیده در اینجا 2600 نوشته شده و حساب ذخایر هم 2600 نوشته شده. خب البته ایره ما باید چک کنیم ببینیم که 2600 چرا در روش فیفو آمده. خب دوستای عزیز، ما این 2600 را انشاءالله در ویدیوی بعدی ما جوابش را پیدا میکنیم. تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپارم. البته ما به روش یادواری کنیم که ما تمام معاملات را که در روش فیفو ارزش گذاری شده بود در ثبت ژورنال کردیم و در یک قسمتی از 2600 نوشته شد که 2600 را ما باید در ویدیوی بعدی باز جوابش را به شما ارائه خواهد کردم. تا ویدیوی بعدی یا قسمت بعدی شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شاد و سرفراز و موفق باشین. من الله توفیق.